چهار فایت بود. بعضی از این بینندگان خودشون به قول معروف اهل این مباحثن و باور شما نمی کنید که یه نفر برای من فقط ملزم فرمایید این چند صفحه رو فرستاده، این تازه مقدمه مطالبشه، بعد مطالب زیاد دیگری رو هم فرستاده که من مطمئن بودم نمیتونیم فقط همه وقت رو صرف یه نفر بکنیم، ولی پرسش‌هایی رو مطرح کردن در جلسات مختلف که شما دوستان حضور داشتید و صحبت کردید. اجازه بدید برای اینکه یک ویدیو رو ابتدا از صحبت‌های شما دوستان باید پخش کنیم و این ویدیو، من نمیدونم چرا صحبت‌های دکتر نیری در بعضی از موارد حساسیت برانگیز بوده. اولا یکی از نکاتی به من میگفتن شما در، یعنی بنده مورد اعتراض بودم آقای دکتر، که شما جانب تعادل رعایت نمی کنید، شما بیشتر وقت به آقای دکتر هلاکویی میدید تا به آقای دکتر نیری برای اظهار نظر. این یه اعتراض کلی به من بود، به همین دلیل بود که شما قهر کردن نیومدن از راه دور صحبت میکنن دیگه. بله، بعد ما نمیتونیم تصویر آقای دکتر نیری رو هم هماهنگ با خودمون داشته باشیم کنارمون که عکس عملشون رو ببینیم اقلا. بله. بعد ولی بعدم بفرمایید که این پرسش ها رو من نمیدونم آقای دکتر، فکر نمی کنم من ازش هیچ خبری ندارم، هیچ خبر نداری جز خودمان. بسیار خوب. بعد یک نکته رو آقای دکتر گفتند که مورد اعتراض بعضی از خانمای خیلی تحصیل کرده و متشخص ایرانی از نظر تحصیلات دانشگاهی، استاد دانشگاه هستن، مورد اعتراض اینها قرار گرفت. هرچی من نگاه کردم دیدم که من انقدر به این نکته‌ای که دکتر نیری گفته حساسیت نمیتونم نشون بدم، ولی خب من که خانم نبودم، به هر حال این خانمایی که هم وزن خود آقای دکترن، استاد دانشگاه هستن، سالها در آمریکا استادان رسمی دانشگاه بودن، خب اعتراض کردن. دو نفرم هستن این خانم‌ها که این اعتراض کردن. بنابراین اجازه بدید به اون دقایق اعتراض که معنیش این است که آقای دکتر نیری یه نوع تبعیض جنسیتی در بیانشون قائل هستن نسبت به زنان. اجازه بدید با هم به دو دقیقه از برنامه ششم ماه اپریل با هم نگاه کنیم، برگردیم و در خدمتتون ببینیم که این اعتراض تا چه حد بجاست. اونم شما گوش بکنید چیز هست بعدم روی فیسبوک هست. به اهمیت پرسشگریه، یعنی ما اتفاق تمام ذهنمون این هست، تمام کوششمون اینه که بیشتر پرسش ایجاد بکنیم. کسی که میاد پاسخو میده دقیقا اون کاریست که من ببخشید اینجا رو که باید بگم، اون کاریست که شما در کلیساها و کنیساها و مساجد انجام میدید، میرید که پرسشاتونو بگید. ما اتفاقا قرار نیست پاسخ پرسشی بدیم، ما میخوایم پرسش‌های بیشتری رو ایجاد کنیم و اون به اصطلاح تفکر انتقادی، اندیشه سنجشگر رو در جامعه ما که فرهنگ ناپرسایی داره به تعبیر دوست گرامی آرامش دوستا فیلسوف معاصرمون، بتونیم این فرهنگ پرسشگری رو در جامعه جا بندازیم که به هر حال شک کنیم، به همه چیز شک کنیم، هیچ چیز رو جنبه تقدس بهش ندیم و بتونیم همه چیز رو به چالش بگیریم و بپرسیم. یک نکته دیگه هم اگر اجازه بدین مطرح شده که من میخوام جواب بدم این هست که در مورد این صحبت شده که من به علت اینی که من رو گفتن مطالعات کافی در زمینه علوم دینی و مذهبی ندارم، بهتر هست که در این مناظرات کسی باشه که تخصص داره که از پس من در این مسائل بر بیاد. من فکر میکنم دکتر هلاکویی در این زمینه بسیار آگاهند، ولی فکر میکنم من هم خیلی بی آگاه نباشم نسبت به مطالعات دینی و مذهبی که هست. این یک. دوم اینکه میزبان برنامه آقای فروزنده هستند، من مهمانم، من نمیتونم تعیین تکلیف بکنم چه کسی در میز گرد حضور داشته باشه یا نداشته باشه. و بالاخره یک پرسش دیگه‌ای که از من شده بود که فکر میکنم بسیار جالب باشه، مسئله نظم بود که من و دکتر هلاکویی هم امروز راجبش صحبت کردن. وجود یک ناظم دلیل بر وجود یک آفریدگار نیست، ضمن اینکه این عالم بی نظمه. دوستان گرامی معمولا نظم رو با قانونمندی یکی میدونن و بی نظمی رو در نتیجه معادل بی قانونی میگیرن. اصلا چنین معنایی رو نداره. وقتی که ما داریم بی نظمی صحبت میکنیم، حتی وقتی که میگیم پدیده های طبیعت تصادفیست بر اساس قوانین بنیادین فیزیک کوانتومی که بنیادی ترین شاخه طبیعت هست، یعنی شاخه آگاهی و معرفت ما از طبیعت هست بر اساس احتمالات و تصادف، خود دکتر هلاکویی به عنوان کسی که سالها در سازمان برنامه بودجه کار کردن، شما هم کار کردید، شما آشنایید با آمار و احتمالات،
آمار احتمال به این معنی نیست که ملت دارن اونجا با بیقانونی هرج و مرج کار میکنن. اتفاقا قوانین، میگیم قوانین احتمالات، این چیزهایی است که متاسفانه چون فرهنگ ما یک فرهنگ علمی نیست و مردم نگاهشون به واژه تصادف، به واژه احتمال، یعنی اینکه بیقانونی، هرج و مرجی، فکر میکنن پس چیزی که بگیم تصادفیه حتما بیقانونیه، حتما هرج و مرج توش. خواهش میکنم این دوتا یکی نگی. مسئله دیگه ای که مطرح شده که استدلال هایی است که دوستان میکنن، میدونم من تمام تلاشم اتفاقا این است که وادار بشیم به این مسائل یه ذره بنیادی تر فکر کنیم. این مباحث فکر نکنین راجبش صحبت نشده. مسئله ای که عنوان میکنن ثابت های بنیادین طبیعت. ما یک سری اعداد عجیب و غریبی رو، اعداد فیزیکی عجیب و غریبی داریم که در طول عمر عالم در کیهان ثابتن و به نظر میاد یک تنظیم ظریفی، اصطلاحاً بهش میگن فاین تیونینگ، یک تنظیم ظریفی شده که اگر قدری این ثابت‌های عالم تغییر بکنه اصلاً امکان وجود حیات در روی زمین وجود نخواهد داشت. مثلا فرض کنید یکیش هست سرعت نور. سرعت نور اگر قرار بود غیر از اون چیزی که الان هست، بنده عذر میخوام از جناب دکتر هولاکویی و جناب دکتر نایری و شما بینندگان عزیز، ظاهراً این در کیو شدن و آماده شدن دچار اشکال شده و اصلاً این مطالب مطالبی نبود که مورد نظر من بود. امیدوارم اتاق فرمان بتونن پیداش بکنن و تا آخر برنامه این رو بگذاریم. یک بار دیگه از شما و آقای دکتر نایری عذرخواهی میکنم. من اجازه بدید که پرسش ها رو مطرح کنم. بعضی از پرسش ها پرسش های مشترکه، ولی البته معنیش این نیست که اگه مشترک نیست دوست دیگر ما نمیتونه بهش پاسخ بده. اولین پرسشی که چندین نفر از من در چندین هفته کردن رو مطرح میکنم، هم از شما هم از آقای دکتر نایری. آیا وجود روح حقیقت داره؟ آیا شما به وجود روح اعتقاد دارید آقای دکتر هولاکویی؟ ببینید، باز در اینجا یه گفتگوییست در چارچوب همون مباحث مربوط به خدا. شماره یک، بیشتر مردم دنیا وقتی که شما درباره روح صحبت میکنید مقصودشون یک عنصر مادی فیزیکیست که وزن کمی داره، سیاله، مثل حواس، مثل بخار، مثل دوده، و غالب اوقات وقتی یه جای خواستن روح رو نشون بدن یا کسانی درباره عروج روح یا خروج روح از بدن سخن گفتن و یا کسانی که معتقدن که آقای دکترم فکر کنم اشاره کردن عکس برداری از روح کردن، هیچ چاره‌ای ندارن جز این که بر اساس تعریف و تقسیم بندی که داریم بپذیرن درباره یه عنصر فیزیکی و مادی صحبت میکنن که لطیفه، مثل بخاره، مثل دوده، مثل هواست، یا حتی یه ذره میتونن فراتر برن بگن انرژی، مثل امواج فرض کنید رادیویی یا تلویزیونی است که هم اکنون در اینجا یا همه جا وجود داره. بنابراین من و شما دو تا راه داریم. یکی این که وقتی که میپذیریم روح وجود داره، روح رو بالاخره فیزیکی و مادی و این جهانی و درون بدن و در این جهان و هر چی که مربوط به اون هست بدونیم، و اون وقت است که یه پرسشی مطرح میشه یا دنیای علم یه همچین چیزی رو مشخص کرده. در حدی که من میدونم آقای دکتر بیشتر و بهتر میدونن، همچین چیزی هیچ جا دیده نشده، همچین گفتگویی نشده. آنچه هم که میدونیم براش توضیح و توجیه داریم که برمیگرده به بدنی که به دلیل گرماش دوربر خودش میتونه زمینه هایی داشته باشه یا هر چیزی از این قبیل. بنابراین کسانی که گفتگو درباره روح فیزیکی و مادی میکنن در حقیقت وارد حریم علم میشن و در حدی که من میدونم همچین روحی ندیده شده، نه شناخته شده، نه هیچ کتاب روانشناسی که احتمالاً بهش مربوطه راجعش حرف میزنه، نه در حدی که من میدونم نه هیچ کتاب بیولوژی، نه هیچ کتاب فیزیک آقای دکتر بیشتر میدونن. بنابراین موضوع روح به اینجا میرسه که اون کسانی که باور ندارن باور ندارن، اون کسانی که باور دارن درست مانند مبحث خدا به یه پدیده غیر مادی معتقدند، به یه پدیده غیر مادی معتقدند که در بدن نیست، در این جهان نیست، رفت و آمد فیزیکی و مادی نداره، برای که ناچار مادی میشه. حالا اگر این تفکیک رو شما بپذیرید که
که باورمندان به روح ناچار دو گروه میشن، اونایی که باور دارن روحی وجود داره، کسانی که اون رو بهش جنبه فیزیکی و مادی فقط نوع ظریف و لطیفش رو میدن که همچنان باید بپذیرن ماده است و همونطور که عرض کردم اعتقادی دارن. دومی مطلبی که مطرح میشه اینه که روحی وجود داره مثل خدایی که وجود داره ولی فیزیکی و مادی نیست. و از اونجایی که پرسش رو متوجه من کردید، من همون گونه که در خصوص خدا گفتم هیچ دلیلی برای وجودش و قبولش ندارم هیچ، ولی تصوری از این که انسان یا موجودات دیگه که البته اون رو هم نمیدونم ممکنه حقیقت دیگری داشته باشنم رد و نفی و انکار نمی کنم. برامه اگر به من بگید با این حرفت تو داری میگی باور داری که خدایی هست و باور داری که روحی هست، مخالفتی باش ندارم، ولی هیچ دلیلی حرفی برش دارم نه. عذر میخوام، ببخشید. خب یه سوال برای خود من مطرح میشه، با این ترتیب شما یک سلسله از این مفاهیم اگه مطرح بشه شما اینا رو به هم وصلش میکنید ولی آخر سر به همون نتیجه گیری میرسید که در مورد خداوند رسیدید. دقیقا. ببینید جام فروزنده، من فکر میکنم شاید دیگه تکرارش برای شنوندگان یا بینندگانم خسته کننده است. شما اگر به یه باور علمی فیزیکی مادی به عنوان تنها باور اعتقاد دارید، اعتقاد دارید، میگید خیر از این هیچ چیز دیگه نیست، حق با شماست. من اگر شما احتمالات دیگر رو میپذیرید وجود داره، ولی همطور که عرض کردم در جهان فیزیکی و مادی هیچ کس تا به امروز براش دلیلی نیاورده. حتی اگر بخواید نگاه کنیم به تاریخ فلسفه که این مباحث در اونجا اومده یا گفتگوهای مذهبی، برخلاف خدا که 7 تا در حقیقت دلیل داره، 11-12 تا دلیل رو برای وجود روح آوردن که به نظر من هیچ کدومش دلایل روح نیست، هیچ کدومش. تنها گفتگویی که پا در هوا مانده مسئله اینه که آقای دکتر هم بیشتر میتونن توضیح بدن که شاید کسی در آرام رؤیا یا خواب یه چیزی رو ببینه و بعدن عینش اتفاق بیفته. اولا یه چنین چیزی هست یا نیست زیر سواله. دوم که تازه چیزی رو ثابت میکنه نه، ولی فقط ممکنه که این فکر رو به وجود بیاره که شاید نیروهای دیگری هست، ولی هیچ چیزی در این مورد نیست. ولی از اونجایی که نمیخوام حرفی مخالف آنچه که نظرم هست عرض کرده باشم، من همونطور که به وجود خدا بدون هیچ دلیلی به عنوان یه اعتقاد و باور معترفم، به اینکه انسان میتونه یه جنبه دیگری هم داشته باشه فکر میکنم میتونم نظر بدم، برای که اینا به همم همونطور که به درستی اشاره فرمودید مرتبطن. ولی حرفی و گفتگویی براش دارم نه، تا به حال کسی دلیلی ارائه داده نه، تا حالا کسی نشونش داده به هیچ شکل، برای که در اون صورت اون روحی نیست که من میتونم اصلا بپذیرم. چون شرطش از نظر من درست مانند خدا اینه که نه مادی باشه نه قابل اثبات و رد در جهان فیزیکی و مادی. متشکرم. آقای دکتر نایری، با عرض سلام مجدد، منم از بینندگان گرامی عذر میخوام که مطالبی از من پخش شد که ربطی به موضوع مورد بحث نداشت، ولی خوشحالم که تکرارم شد، در نتیجه جزء زمان من حساب شد که از زمان دکتر هولاکویی کم شد به این ترتیب. اما جدای از این، من هم فکر میکنم که یک چیزی که دوست دارم دکتر هولاکویی هم در این مورد توضیح بیشتری بده این هست که اولا باز هم در فرهنگ ما معمولا روح و روان رو معادل همدیگه میگیرن، در حالی که یک مقوله کاملا غیر علمی است، دیگری مقوله است کاملا در چارچوب علم. اما خوب هست که دکتر هولاکویی به علت اینکه در زمینه کاری خودشون هست تفاوت‌های اینها رو آشکار کنه. همونطور که دکتر هولاکویی هم گفتم، من هم حتما باشون موافق هستم، این هست که اگر کسانی به روح یک باور غیر مادی دارن، در ضمن بازم تکرار میکنم اینجا کار علم شناخت جهان مادی است، که جهان مادی بهتر بگم جهان طبیعت و جهان طبیعت تشکیل شده است از ماده و انرژی، هر دوی اینها به عنوان جهان طبیعت شناخته میشه. کار علم شناخت جهان طبیعت از طریق خود طبیعته. بنابراین اگر خارج از جهان مادی و انرژی هر دوی ما چیز دیگری داریم، این در چارچوب علم نیست. چون تعریفی که از روح داده میشه تعریفی است که نه ماده است و نه انرژی، بنابراین من به عنوان یک فیزیکدان
حرفی ندارم راجبش بزنم، برای اینکه در خارج از چارچوب علمه. اینکه کسی میخواد بهش باور داشته یا نداشته باشه، اون موقع دیگه به اون تفکر و جهانبینی فلسفیش و یا مذهبیش برمیگرده. من چون پیرو مکتب و فلسفه پوزیتیویسم و اثباتگرایانه هستم، تا چیزی برای من قابل لمس و قابل مشاهده در آزمایشگاه و در طبیعت نباشه، نمیتونم بهش باور داشته باشم. وگرنه خیلی سخته برای من تفکیک کنیم که چه چیزی باورمندی خوبی هست و چه چیزی باورمندی بدی هست. اساسا به روح اعتقادی ندارم، مگر اون که در آینده بشه ثابت کرد که یک مقوله مادی است. و اگر که زمینه مادی، بازم تکرار میکنم، به معنای ماده و هم انرژی قرار بگیره، اون موقع در حوزه علم هست، دانش هست، به معنای ساینس هست. و بنابراین ساینتیست ها، کسانی که کارشون علوم تجربی و تخصصی است، تخصصشون در علوم طبیعی هست، باید بتونن در موردش اظهار نظر بکنن. تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتاده ولی دوستان تلاش میکنن که به زور این مقوله رو یک مقوله طبیعی که در طبیعت اتفاق میده نشان بدن، طبیعتاً در حوزه علم وارد میشن. و باید بهشون بگم که پاسخ علم این هست که هیچ اثری، همونطور که از خداوندگار معجزه‌گر خبری نیست، از این روح هم خبری نیست، متاسفانه برای دوستانی که علاقه‌مندن خبر داشته باشن. سپاسگزارم آقای دکتر. من اجازه بدید این نکته رو عرض کنم. مشخصا میخوام آقای دکتر یه تأکیدی بکنم که در چارچوب دانشی که ما امروز داریم، علمی که داریم، هیچ نوع گفتگویی درباره انرژی یا ماده که خارج از اون سیطره و حوزه علم و طبیعت باشه و ما رو به اینجا برسونه که چیزی به اسم روح به هر شکل و فرمی در جهان فیزیک و مادی قابل تشخیص، قابل تفکیک وجود داره، نیست. یعنی چون جمله آخرتون برای من بسیار مهمه، چون همطور که خودتون هم هفته گذشته اشاره کردید، بعضی معتقدن که از روح عکس برداری کردن، از خروجش، از دهان طرف اومد بیرون. همه اینا هیچ واقعیتی نداره و هر کس که مدعی اینا هست میتونه بیاد و نشون بده که چنین چیزی رو به چه شکل و فرمی اولا یا دیدن یا تشخیص دادن یا میتونن ارائه بدن. چون به نظر من این گفتگوی مشخصی است و چون مطالبی که اشاره فرمودید همه درستن، من میخوام فقط به دلیل تأکیدش که از توش بعدن حرف دیگری در نیاد مشخص بشه که در حدی که شما به عنوان استاد فیزیک نظری آشنا هستید، تا به امروز هیچ گفتگوی در هیچ کتاب فیزیکی و بنده همطور که اشاره فرمودید در هیچ کتاب روانشناسی که بحث روان رو داره، که برمیگرده به کارکردهای مغز و در جهان فیزیکی و مادی که اون رو میشناسیم، درباره روح نشده. و هیچ کتاب فیزیک یا هیچ کتاب روانشناسی که میشه لغت علمی رو بهش اشاره کرد، چون روانشناس علمی و مکتبی هم وجود داره، در این باره گفتگویی نیست. دقیقاً من بازم میخوام تاکید کنم نکته ای که دکتر هلاکویی گفتن، من سعی کردم خیلی سریع ازش بگذارم، خوشحالم که ایشون تاکید مجددی دارن میکنن. مسئله این است که اون چیزی که ما از جهان مادی میشناسیم، درسته که در به طور عموم بهش میگیم جهان مادی، ولی بذاریم بگم جهان طبیعی متشکل از ماده و انرژی. تفاوتی بین ماده و انرژی اصلا نیست بر طبیعت، هم ارزی ماده و انرژی داریم. بنابراین کسانی که تلاش میکنن بگویند که روح انرژی است و ماها مادی هستیم، اصلا درک درستی از جهان طبیعت ندارن. متاسفانه هیچ تفاوتی بین ماده و انرژی نیست. ما سال هاست که میدونیم بین ماده و انرژی هم ارزی وجود داره. تا به کنون، اگر گفتم متاسفانه چند ماه پیش خبری از توسط یک وبسایت انگلیسی زبان پخش شد مبنی بر اینکه عکس برداری شده از خروج روح از بدن، و بسیاری این رو در فضای مجازی پخش کردن بدون اینکه توجه کنن که این وبسایت که درش یعنی این هم ناشی از همون مسئله است که خدمتتون گرفت عرض کردم توی این کلیپی هم که از من نشون دادین گفتم، مسئله پرسش نکردنه، کنکاش نکردنه. این وبسایت اصلا کارش این هست که مسائل مهم علمی رو به مسخره بازی در بیاره و ببینه عکس العمل مردم چیه.
درست مثل سایت آنیان که در مورد مسائل سیاسی خبرهای جعلی میده و یک بار هم در ایران به اشتباه گزارش این خبرگزاریه که در واقع کارش فکاهی است و طنزه به عنوان یک خبر جدی در نظر گرفتن، این وبسایت هم کارش طنز علمیه در واقع و اون هیچ کسی نرفت بخونه که این وبسایت کارش شوخی با مسائل علمی و طنز علمی است برای اینکه واکنش جامعه و مردم رو ببینه. بسیاری وقت این خبر رو دیدن فکر کردن که خبر علمی است و کاملا اگه خبر رو میخوندید میدیدید که نشون داده شده بود که مثلا خروج از بدن رو در بین سه جمعیت مختلف مسیحی و مسلمان و خدا ناباور انجام دادن و خدا ناباوران متوجه شدن که روح بیشتری در بدنشون داره خارج میشه و خیلی مسئله رو در واقع به طنز گفته بود. اگه کمی میخوندن متوجه میشدن اسمای پزشکا اسمای بسیار خندداری بود ولی کسانی دقت نکرده بودن و همین رو پخش کردن به عنوان یک خبر مهم علمی که در آلمان توانسته شده خروج روح از بدن توسط آزمایش هایی که انجام شده به ثبت برسه و به اثبات برسه. بنابراین حرف من باز هم ساده است، اگر روح یک مقوله مادی است که باز هم تکرار میکنم چه از جنس ماده باشه چه از جنس انرژی، تفاوتی بین ماده و انرژی در جهان طبیعت وجود نداره، به این صورت در حوزه علوم طبیعی قرار میگیره و باید ما بتونیم توسط آزمایش های متفاوت این رو به اثبات برسونیم. هفته پیش هم گفتم باز هم میگم، اگر شما فکر میکنید چنین توانایی رو دارید که از روح عکس برداری کنید، روح رو نشون بدید که مسئله مادی است که تا به حال تمام دانشورزان حوزه علوم تجربی نتوانستن اون رو پیدا کنن، بنیاد جیمز رندی هست، به شما $1,000,000 خواهد داد در آزمایشگاه هایی که اونجا هست، این رو به اثبات برسونید و $1,000,000 هم نصیب خودتون بکنید. خب اگر در این مورد توضیح کافی داده شده، اجازه داریم به پرسش بعد. آقای دکتر هولاکویی، خطاب این پرسش به جناب عالی است که شما در یک برنامه رادیویی کار دست خودتون دادید و کار دست ما و اون در مورد هویت است که بچه ها به مدر مدرسه رفتن باید برای خودشون داشته باشن و شما گفته بود که اگه خب در یک خانواده مسلمان هستید رفتید از بچه ها پرسیدن خب تو شما چه دینی رو چه باوری دارید، خب بگویید که مثلا مسلمان هست. چند نفر پرسیدن که خب این نظر شما در مورد خانواده هاییست که باور مذهبی دارن، اما در مورد خانواده های مخالف مذهب و حتی ضد مذهب که خانواده و به طب بچه ها آشنایی با این مفاهیم ندارن و این مفاهیم در اونجا نیست، بچه با چجوری هویت خودشو معرفی کنه؟ من از پدر و مادر میخوام دلشون میخواد بگن. ببینید اینا یه مقدار کم لطفیست، اولا به گفتگویی که در این باره داشتیم، بعد این است که این دوستان به من بفرمایند که دلشون میخواد یک فرزندشون چی بگه، دو اگر بچه های 7 ساله و 9 ساله و 12 ساله ازش توضیح خواستن چه جواب بده، اگر مخالفت بیشتر رو در جهت نداشتن این موضوع دید چگونه اون رو تأثیر روانیش روش چی میدونن. من تعجب میکنم از این که دوستان بخوان یه چیزی که باید پاسخی داشته باشه رو با یه ابهامی مطرح کنه. اولا خود دوستانی که معتقدن من به دینی باور ندارم، خودش از نظر روانی و اجتماعی یه نوع دینه، هر اندازه مبهم و تعریف نشده، و بعد اگر یه کسی این حرفا رو زد میشه ازش خواست که 5 دقیقه یا 15 دقیقه توضیح بده نظرش رو، و اون وقت شما متوجه میشید که از خیلی دیندارا حرفاشون میتونه پرت و پلا بیشتر توش باشه. ولی اگر فکر میکنن میشه به بچه گفت، بچه 7 ساله، 9 ساله، 11 ساله، 13 ساله که بگو من دینی ندارم و بچه با جواب دادن به این موضوع خودش آرامه، مخالفتی و جدالی رو هم به وجود نمیاره، معرفی ندارم. ولی اگر کسی پدر مسلمانه، مادر مسلمانه، بچه برگشت گفت من مسلمانم یا پدر و مادر من مسلمانه، فکر میکنن این بدتره و یا چرا این مثلا مذهب ستیزی و مذهب گریزی رو به عنوان یه مذهب میخواییم بگیریم. ولی اگر دوستان نظر من رو به عنوان کسی که کمی کمی با مسائل پرورش و تعلیم تربیت آشناست و اصلا بحث من راجب هویت به معنی این که من کی هستم نیست،
بلکه من به کجا تعلق دارم. این دوستان نمیتونن هویت رو به آنچه من هستم مرتبطش کنن، نه، به آنچه که بهش تعلق دارم. من ایرانی هستم، من زنم، من مردم، من جوونم، من پیرم. اگر ما اینا رو به عنوان یه نوع ارائه و شناختی از خودمون به دیگران که حتی میتونه پای تلفن باشه چون ما رو نمیبینن معرفی بکنیم، اینا براشون اشکال داره، من خوشحال میشم اون دوستانی که اعتراض دارن فکر کنن که میخوان چی به فرزندشون بگن، و خوشحال خواهم شد که به من بعدن بتونن بگن که ما فکر کنیم فرزندمون از یه آرامشی برخورداره، تو محیط آموزشی هم احساس میکنه که یه حرفی مثل دیگران، مانند دیگران، در حد دیگران گفته و نه چیزی که به نظر عجیب و غریب بیاد. ولی به همجاست که من نمیدونم چرا ما باید این جسارت رو بکنم، چرا ما باید مذهب ستیزی و مذهب گریزیمون رو به صورت یه خشمی در بیاریم، خشمی در بیاریم که حالا باید نشونش بدیم. و این به نظر من برخلاف تصورشون، اگه بخوانم میتونم بحث بکنم، نشون دهنده دوگانگی درونی خودشونه درباره این باور. یعنی همینقدر که من میخوام به جنگ یه چیزی برم، تضاد درونی رو هم نشون میده، ولی اصلا اهمیت برام نداشت که چه خواهد شد. بعد به من میگن ما برامون اهمیت نداره، اونا میتونم بپذیرم. اگر هست به فرزندونم چیزی رو بگید که فکر کنید او باش راحت تره و نه تنها راحت تره، معنی براش به نوعی داره و از جانب دیگران هم فهمیده و شناخته میشه. سپاسگزارم. آقای دکتر نیری. بله، من البته واقعا خارج از حوزه تخصصیم هست، ولی به شخص دوست دارم که در این زمینه من فرزندم رو آزاد بگذارم که مطمئن باشه که قطعا من پاسخ همه پرسش ها رو ندارم، و این هم یکی از اون پرسش هاییست که باید خودش بره به دنبالش و پیداش بکنه. برای اینکه من این مسئله رو گفتم، متاسفانه با دکتر هلاکویی در این زمینه اختلاف نظر دارم، ولی در این در زمینه تخصصی ایشونه، قطعا تخصص و تجربه ایشون بسیار بیشتر از منه. اما من نگران این مسئله هستم که وقتی که ما، و خود ایشون هم بهتر از هر کسی میدونن، وقتی که ما از بچگی یک مسائلی رو توی ذهن بچه ها کاشتیم، پاک کردن اون خیلی مشکل میشه و بعدها میاد سراغمون. اینکه ما این تعلق خاطر رو با یک تعصبی مخلوط بکنیم بسیار خطرناکه، ولی اگر این تعلق به گروه رو حداقل همراه با یک پرسش بکنیم که ممکن است که ما اشتباه بکنیم و این وظیفه توست که وقتی بزرگ شدی در این مسائل دوباره کنکاش بکنی، کنجکاوی بکنی، جستجو بکنی و ببینی که آیا مسیری که ما رفتیم درست هست یا نه، اون موقع من حرفی ندارم. در غیر این صورت من فکر میکنم که این حتما در آینده مسئله ساز میشه. اگر که البته مثال من اصلا ربطی به حرفای دکتر هلاکویی نداره، ولی میخوام یه مثال خیلی 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 افراطی رو بزنم در اینجا. وقتی که ما از بچگی به بچه هامون گفتیم که تو کودک فلسطینی وظیفت نفرت داشتن از یک کودک اسرائیلی است و بالعکس یک کودک اسرائیلی همیشه باید از یک کودک فلسطینی نفرت داشته باشه به علت باورهای متفاوتی که داریم، دنیایی که در آینده میسازیم در واقع دنیای جهنمی که از اون بهشتی بیرون نخواهد آمد. من اجازه بدید که یه توضیح عرض کنم. ببینید، من دو دفعه تأکیدی که داشتم، حتی عمدن این کار کردم، یه بچه 7 ساله، 9 ساله، 11 ساله یا فرض کنید 13 ساله، بحث من برای اون بچه از تو اون سن و سال که اگر کمی با مسائل روانی آشنا باشیم او احتیاج به جواب داره. آقای دکتر به یه نکته اشاره کردن که به دلیل دوستی که دارم میتونم اینو عرض کنم که کاملا حرفشون درسته، که ما وقتی که در کودکی به بچه یک نامی میگذاریم یا برچسبی میزنیم یا میگیم اعتقاد ما چنینه یا چنانه، در ذهنش میمونه، در زندگیش اثر داره. ولی اشکال کار عکسش هم هست، چون یه لغتی هم به کار بردن، تعصبه. لامذهبی هم خودش یه باوره، برای که ما فرضمون بر اینه که اگر یه کسی بودایی یا هندوه و سر اعتقادش میسته متعصبه، ولی اگر یه لامذهب بدون که هیچ دلیلی داشته باشه، بدون که هیچ دلیلی داشته باشه که برگرده بگه ادیان غلطن، این لامذهبی من که اونم به تعداد آدم هاست درسته، اونم خودش تعصبه که من بیستم بگم این باور باور باز درستیه.
اشکال کار همونطور که عرض کردم وقتی بپذیریم یه ذهنیتی است که با خودش خیلی چیزا رو داره، یعنی ماجرا به همینجا تموم نمیشه. مطلبی که آقای دکتر میفرمان بسیار درسته، مشروط بر این که ما بخوایم یک بتونیم یه ذهنو خالی از اینا نگه داریم تا بشه 20 سالش، همچی چیز غیر ممکنه. دفعه قبلم عرض کردم بچه برای این پرسشا، برای این اسمها میخواد. همین امروز خود شما آقای فروزنده اشاره فرمودید، بانوی از انگلستان به من تلفن کرد، گفتن ما دختر 13 سالمون رو بردیم به یه مدرسه که 97% دوستان مسلمان هستن و اونها از کشورهای مختلفی آمدن و بر اساس اون الان دختر ما کاملا حتی به لباس من، به نوع غذا خوردن من کار داره. یعنی فرض رو بر این بگیرید که این پدر و مادر از نظر من هیچی نگفته باشن به فرزندشون، فرزندشون رفته توی همچین مدرسه ای، حالا به مراتب قوی تر و سنگین تر میاد تا اونجایی که به جنگ پدر و مادر میره و آسیبش هم بیشتره. در حالی که از نظر من اگر پدر و مادر که گفتن ما به حال مسلمان زادیم، به فرزندشون گفتن مسلمانی و یه مقدار باورها رو در حدی که یه نوع دیگری از قرائت و خوانش قرآن که اونا فکر میکنن متفاوت باید داشته باشن یاد میدادن، فرزندشون اینقدر گرفتار نمیشد. حتی توصیه من بهشون این بود که اگر دلتون میخواد یه فردی رو پیدا کنید که یک آگاهی به مسائل و موضوعهای اسلامی داره، با قرآن کریم آشناست و بیاد یه قرائت دیگری رو در مقابل دخترتون بگذاره که دختر شما کارش به چند چیز از جمله به خاطر این تضاد ها خودکشی و یا ای بسا یه ذره به دلیل اینکه تنها فرزندم هست، پدر مادر در 3.5 سال جدا شدن، 5.5 سال مادر ازدواج کرده، الان با مردی که پدرش نیست ولی شوهر مادرشه داره در انگلستان که قبلا در ایران بودن زندگی میکنه، کمکش بکنه که دوچار این تضاد ها نشه. اتفاقا ذهن خالی خالی بیشتر گرفتار میشه. خود آقای دکتر میدونن، من هم متاسفانه شاهدش بودم که دانشجویان ما می آمدن به دانشگاه سال اول، شاید اگر بهشون میگفتیم بنویس مارکس، ممکن بود یه سوال براش مطرح بشه که با سین بنویسه یا با ساد، یعنی اینقدر نسبت به مارکس غریب. ظرف 2 ماه یک دفعه مارکسیستی می شدن که حاضر بودن بکشن و کشته میشن. یه دلیلش خالی بودن بود. اصلا یه دلیلی که ما گرفتاری مربوط به انقلاب رو پیدا کردیم به خاطر خالی بودن ذهن ما از اصول و باورها و اعتقادات مذهبی بود که بدونیم اصلا این سیستم مذهبی در حالت عادیش و به گونه قابل ارائهش کدامه تا گرفتار اون افرادگرایی که بعدن شدیم نشیم. به همین جاست که عرض منم طور که آقای دکتر سپاسگزارشون هستم که 2 دفعه اشاره کردن، گفتگوی من گفتگوی این نبود که بچه ها ما باید بگیم کی هستیم، عرض من این بود که در جهانی زندگی میکنیم که جا مطره. شما ممکنه من بفرمایید در امریکا ممکنه ظرف 1 سال حتی 2-3 دفعه هم بچه در معرض این پرسش قرار نگیره، بنابراین به من بگید، بهشم بگید که به تو چه، شاید جواب باشه، یعنی بهش بگید تو دین رو به تو چه، ای بسا جواب باشه هیچ اتفاقی هم نیفت. ولی اگر در یه جامعه هستیم که این موضوع مطرحه و مسئله خوب و بد و درست و غلط و بهشت و جهنمی بودن یا هر چیز دیگه، حتی نجس بودن که من از دست تو چیزی بگیرم یا نگیرم یا به تو نزدیک بشم یا نشم مطرحه، شما در اینجا نمیتونید بچه 7 ساله 9 ساله 11 ساله رو بگذارید که بره در بزرگسالی پیدا کنه. و من ترجیحم اینه که همچین نامی رو داشته باشه، اگر با تعصب، اگر اونگونه که آقای دکتر اشاره کردن که حالا بیان به چیزایی رو در ذهنش بریزیم که بعدن گرفتاری در بزرگسالی برای یه آدمی که مهندسه یا دکتره به وجود بیاره، خب اون یه قصه دیگریست. به من میگید تأثیر باورهای کودکی همیشه هست بدون تردید، ولی ما درباره پولم 1000 دفعه از پدرم در میشنیم که پول همه چیزه یا هیچیه، از در مورد خاله هم میشنیم زن خوبی یا زن بدیه، در مورد پدر و مادرمون از هر دوتاشون میشنیم که بابات خوبه یا مادر بدی، ولی ما اینقدر آدمای گیج و گرفتاری نیستیم که اگر کمی از این حرفا بشنویم برای همه عمرمون رو ثبت کنیم. ماجرا یه ذره جدی‌تره، یعنی احتیاج به بیش از اونه. و بنابراین شما وقتی نگاه کنید به یه خانواده‌ای که باور مذهبی داره، اگر فقط کمی پدر و مادر در این باره صحبت کرده باشن، اتفاقا درست مثل واکستنه که بچه‌ای که فرض کنین مسلمانه و میدونه مسلمانه و اعتقادی داره، کمتر به نظر من در معرض خطره تا بچه‌ای که بی‌هویته یا نام مذهبی رو خودش نداره و حالا در معرض بمباران یه چنین عقایدی قرار میگیره. عرض من عرض روانی اجتماعیشه. و بعدم عرض کردم اگه کسی میخواد بگه من با اینا موافق نیستم، من اصلا واقعا احساس نمی کنم ایشون مخالفتی با علم کرده
یا با حتی نظر من، عرض من این است که شما با توجه به شرایط خودتون اگر احساس میکنید که فرزند شما با این جواب در امان میمونه و احتمالاً احساس بدی پیدا نمیکنه و گرفتاری ها با دوربرش پیدا نمیکنه، خب این کار رو بکنید. ولی من شک دارم که در بیشتر نقاط جهان، با اینکه به بچه ها بگه ما هیچ دینی نداریم، که تازه عرض کردم توضیح بعدیش مهمه، چون بچه ها ممکنه راهش نکنن. پس به چی باور داری؟ چی رو درست میدونی؟ اون وقت است که حتی من و آقای دکتر شما دیدید در خصوص بحث روح، حتی من باید نظرم رو روشن کنم، حتی برای اینکه مطلب و نگاه آقای دکتر در خصوص ماده یا حقوق بازی که اخیراً شده که روح ماده نیست ولی انرژیه، و خوشحالم چرا اون تاکید از آقای دکتر می‌خواستم، به خاطر اینکه می‌خواستم بگم اونجایی که ماده به انرژی و انرژی به ماده تبدیل میشه، بحث روح رو یا بحث خدا رو به انرژی تبدیل نکنید و فکر کنید که موضوع رو علمی کردید یا از زیر بار استدلال علمی بیرون آمدید. متشکرم. آقای دکتر نایری، پرسش دیگه این است که تاریخ تا چه حد علمه؟ تاریخ تا چه حد علمی است؟ خب البته این هم کمی از حوزه تخصصی من خارجه. فقط قبل از اینکه پاسخ به این پرسش رو بدم، لازم میدونم در تایید حرفای دکتر هلاکویی بگم که اصولا تعصب بر هر نوع جهانبینی و باوری غلطه، حالا میخواد اون لا مذهبی یا غیر مذهبی بشه. حرف من این است که این اجازه رو بدیم که بچه ها همیشه اون ذهن پرسشگرشون رو داشته باشن و قانع نشن از پاسخهای ما. من فکر میکنم باز این پرسش هم به تخصص آقای دکتر هلاکویی نزدیکتر باشه. تاریخ اگر درش ببینید، ما در علم به اصطلاح متدولوژی داریم، روشمندی علمی داریم. در هر شاخه از معرفت ما، دانش ما به معنای نالج، آگاهی های ما که روشمندی علمی درش به کار گرفته بشه یک بخشی از علممون، فرقی نمی کنه. ممکنه حالا اسمش رو علوم طبیعی، علوم تجربی نذاریم، ولی ما علم جامعه شناسی میگیم، علم روان شناسی میگیم. تاریخ هم برای مثلا من و شما که متخصص تاریخ نیستیم، برای همین هم هست، چون به حوزه های انسانی و اجتماعی وقتی نزدیکتر میشیم، آدم ها درش راحت‌تر صاحب نظر میشن و اظهار نظر میکنن. ولی شما وقتی با متخصصین تاریخ صحبت میکنین، بسیار متاسف میشن وقتی میبینن آدم ها بدون به کار بردن اون روشمندی علمی دارن اظهار نظر میکنن در مورد مسائل تاریخی. بنابراین از نظر من، مثلا فرض کنیم کتابی که به شکل یک رمان تاریخی نوشته شده باشه، بله اون جنبه علمی نداره، ولی کتابی که روشمندی علمی درش ارائه شده باشه و حتما هم ابطال پذیر هست، ممکنه نظر یک مورخی و یا مورخینی در یک زمانی فرض کنید بسیار نظر مثبتی به ابراهام لینکلن بوده باشه، بعداً با به دست آمدن شواهد و مدارک بیشتری متوجه بشن که نه، اونطوری هم که مثلا از 15 این رئیس جمهور آمریکا یک فرشته ای ساخته بودن، اونطور هم نیست، خطاهای بسیاری داشته و یا هر چیز دیگری. و این دقیقاً همون روشمندی علمی است که شما انجام میدید، یعنی به محک آزمون گذاشتن تئوری ها در مقابل داده ها و شواهد. من فکر میکنم آقای دکتر فرصتی فراهم کردن که بشه این گفتگو رو به این صورت داشت. شما وقتی راجب تاریخ صحبت میکنید، راجب دو چیزه، یکی گزارش حوادث و اتفاقات، یعنی وقتی سخن از تاریخ اونه، و متاسفانه گزارش تاریخ تبدیل شده به جنگ و صلح پادشاهان، یعنی بیش از همه توجه و تاکید اونجا شده. ای بسا تاریخ فرض بفرمایید اجتماعی یا روانی یا مسیر خانواده یا هر چیز دیگه به حساب نیومده. اولین نکته اینه. شما روزی که درباره گزارش واقعیت میفرمایید، ما امروز در دنیای علم دقیقاً میدونیم که گزارش واقعیت تبدیل به یه زمینه عینیت اگر بشه ابجکتیویتی میشه، که در بیشتر مردم، اونطور که در قسمت آخر صحبت آقای دکتر نیری بود، اصلا با سابجکتیویتی در زندگی میکنه. یعنی روزی که آدما قلم بر میدارن و گزارش هفته قبل خانه داییشون رو مینویسن، از نظر علمی میشه کاملا نشون داد
که آدم ها ابداً گزارشی از واقعیت ندارن. به همین جهت که امروز وقتی که صدا رو ضبط میکنن یا با دوربین فیلم برداری میکنن، ما رو خیلی به واقعیت نزدیک میکنن، در حالی که اگر گزارش ها باشه موضوع دیگری است. حالا شما نگاه کنید، در زمانی که بیشتر مردم بیسواد بودن از یه طرف، و از جانب دیگه خیلی از اوقات 20 سال بعد، 50 سال بعد، 200 سال بعد، تازه بسیاری از متخصصین ما رفتن کتابایی که اون زمان ها نوشته آدمای مختلف رو جمع کردن و با یه منطقی کوشش کردن بین اینها یه توازن و تعادلی برقرار کنن و مطلب رو ارائه بدن. یعنی اولین عرض من در خصوص تاریخ اینه که یک، گزارش واقعیت اصلا به این سادگی ها صورت نمیگیره. یعنی حتی به من امروز بگن، امروز گفتگویی که صورت گرفت، همین امشب بین شما جان فروزنده و جان دکتر نیری و من چه بود، حتما گزارش من واقعی نیست. یعنی اگر دوربینا باشه، ضبط صوتا باشه، خود من متوجه میشم چقدر اشتباه کردم. من شاید این مثال زدم، اجازه بید از تکرارشم ناراحت نباشم. آمدن 30 ثانیه یه رنگو نشون دادن به یه عده‌ای، 30 ثانیه بعد ازشون سوالاتی کردن، بعد 5 تا رنگ رو بهشون نشون دادن که یکیش همون قبلی بود، 4 تاش متفاوت بود. 76% آدم‌ها تونستن رنگ رو تشخیص بدن، فقط 30 ثانیه گذشته. دفعه دیگه آمدن یه همون رنگ رو به یه عده دیگه که شبیه اینا بودن نشون دادن، 30 ثانیه رنگ رو دیدن، بعد از 30 ثانیه که رنگ رو بردن ازشون پرسیدن اون رنگ آیا مثلا شبیه چیزی بود تو زندگیتون، لباستون، کراواتتون، پیرنتون، بلوزتون، هر چی. 30 ثانیه بعد از 30 ثانیه دفعه دو دفعه همون 5 تا رنگ بردن، این دفعه 32% مردم تونستن تشخیص بدن. همینقدر که مردم رفتن به ذهنشون و دنبال این گشتن که رنگی که دید آیا شبیه رنگ پیرنشون بود یا نبود، در ذهنشون اون رنگ رو عوض کردن. یه تحقیق علمی بود، دانشگاه هاروارد داشت انجام میداد، آدما میدونستن مورد مطالعه علمی هن. بحث رنگ بود، نه احساس توش بود، نه عاطفه توش بود، نه تاریخ بود، نه فرهنگ بود، نه مذهب بود، نه سیاست. مطالعات نشون داد آدما گزارشی از واقعیات هیچ وقت ندارن. حتی من اگر امروز میشم یه غذایی میخورم، مقایسهش کنم به غذای هفته گذشته، ابدا اگر عین هم باشه، یعنی ترکیب به وجود بیارن که متفاوت باشه، من حتما متفاوت میبینمش. برای که اون روز به خاطر حالی که داشتم، روابطی که داشتم، همه چیز برای من 20% بهتر بود و امروز به خاطر حالی که دارم 20% کمتره، به طوری که من برمیگردم میگم اصلا به خوشمزگی غذای دیروز نیست. اینا رو میدونی. پس اولین اشکال تاریخ گزارش واقعیت. تازه تاریخ انتخاب میشه، برگزیده میشه از چه چیزایی دلتون میخواد. بعد همه آدما در بیان تاریخ باید خودشون رو توش بگذارن. اصلا چاره غیر از این نداره. بنابراین به من میفرمایی، حرف من این است که تاریخ کاملا مخدوش است و به هم ریخته. حتی درباره موضوعهای اساسی بعداً معلوم شده ما جای گفتگو داریم. امیدوارم جسارت من دوستان ببخشن. درباره که اصلا کسی به اسم حضرت موسی وجود داشته یا نداشته، حضرت مسیح وجود داشتنش باشه شکه، حتی سوال در موردش هست. ما چون دلایل زیاد دیگری اصلا برش نداریم، اصلا به این سبک و سیاق که اصلا به گونه‌ای که ارائه میشه. پس این مورد اوله. دوم، آقای دکتر در گفتگویی که ما پنجشنبه گذشته تو رادیو داشتیم، 4 تا 6 که از این بعدم هست، تحت عنوان دانش، بینش و نگرش که من از شما یاد گرفتم، حالا با آقای دکتر فعلا علیه شما توطئه کردیم، شاید بتونیم انشاب کنیم و بریم دنبال کارمون. در اونجا به این نکته اشاره کردم، با آقای دکتر اشاره کردم، علم وقتی است که یه پدیده ثابت تکرار میشه و وقتی تعداد این تکرارها در جهان کنترل شده مثلا به 1000، 10000، 1,000,000 رسید، ما ازش قاعده در میاریم. حوادث تاریخی همه و همه منحصر به فردن. از نظر علمی ابدا گفتگویی درباره این که از یه حادثه تاریخی نتیجه دیگه بگیریم نخواهد بود. اینکه ما بگیم 20 سال قبل مردم ایران چه کردن حالا چه میکنن، 200 سال قبل چه کردن ما چه میکنن، انقلاب ایران نمونه نداره، انقلاب کبیر فرانسه مانند نداره، انقلاب روسیه معنا نداره، انقلاب امریکا هیچ معنایی نداره، یعنی هیچ مانند نداره، هیچ مانند و شبیه نداره. بنابراین فقط میشه گفتگوهای کلی کرد، نتایج کلی گرفت. و من برای از که گفتگوی تاریخ، من همیشه در ایران میگفتم اینا تار یخن، تاریخ نیستن، تار یخن، یه ذره حرارت بهشون بخوره آب میشن. و به همجه از که حاضر هستم بحث تاریخی بکنم، حاضر هستم کلیات رو بفهمم، ولی اگر کسی بخواد به تاریخ استناد کنه و از تاریخ نتیجه گیری کنه،
میخوام عرض کنم که حتی امروز صبح خودش رو هم نمیتونه گزارش دقیقی ازش بده. اگر ما ضبطش کنیم بهش نشون میدیم خود اون آدم بدون هیچ سوء نیتی اشتباه میکنه، چه رسه به این که ما بیایم بعد از مدت ها بیایم درباره کوروش و نمیدونم داریوش و حتی امروز تو رادیو گفتگو بود درباره حمله اعراب به ایران. من سخنهایی رو از دوستی شنیدم که کاملا اصلا زیر سوال میبرد تمام باورهای عمومی ما رو در این باره، که اصلا ماجرا ابدا این چنین نبوده با ماجرای آمدن اعراب به ایران و آمدن اسلام به ایران به گونه ای که گفتگو شده. حتی به کتاب دو قرن سکوت آقای زرینکوب هم اشاره میشد که خودشون در جلد دوم گفته بسیار از این چیزها رو من نمیدونم، ایشون میگفتن اصلا ساختم و درست کردم. بنابراین قصه تاریخ قصه ایست که میشه بهش توجه داشت ولی ازش نمیشه هیچ نتیجه گرفت یا چیز رو باش اثبات بیارن. مجبورم قبل از اینکه از جناب دکتر نایری بپرسم چند تا نکته بود در صحبتاتون. اولا دوستی که من مصاحبه رو شنیدم، دوستی که در مورد دکتر زرینکوب صحبت کرد، اگه اجازه بدید چون هر دو چاپ دکتر زرینکوب رو من دارم یه نگاهی بهش بکنیم ببینیم که واقعا تا چه حد درسته. چون دوستمون آدم تحصیل کرده است اما جوان بجویای نام و یه خورده باید تأمل کرد در اون چه که ایشون میفرمایید. بیشتر از این اجازه بدید وارد اون نشیم. بعد یه برنامه‌ای شما دارید و همونطور که اشاره کردید پنجشنبه شب‌ها نه شما نمیتونید انشاب بکنید چون اون برنامه من شنیدم آقای دکتر خیلی وزنش خیلی سنگینه، یعنی تقصیر آقای دکتر بعد من... آخه دکتر اشاره کرد یه دفعه که اون مجموعه سمینارش علم و شبه علم کم فروشترین سیدی های شما بوده به درسته نقل قول از شما درسته. من همه امیدم این بود که در برنامه دانش بینش که چون حالا یه جلسه رو شما شروع کردید یه خورده قضیه سبکتر بیاد که بشه اون دو ساعت رو شنونده شما بکشه. البته خوشحالی میخواد گورمون بذارن آقای دکتر. نه 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 من هنوز مایوس نیستم چرا که یه پای سومی مثل این که گفتگوتون داره بله بله. آقای دکتر حسام نوذری رو مثل که بله شیوهی که من فکر میکنم که دکتر نوذری میاد و پرسش های علمی رو به عنوان یه زیستشناس مطرح میکنه یک کشش خاص و فعالیت خاصی رو برای ذهن آدم ایجاد میکنه. امیدوارم که از وجودش استفاده کنید ولی به هر حال ما سعی میکنیم برنامه شما رو با آقای دکتر نایدی دو سه بار گوش بدیم، حالا آیا بفهمیمش یا نفهمیمش اون یه بحث دیگه است. به هر حال ما به هیچ وجه سنگین وزنی آقای دکتر رو از نظر علمی برنامه... در اونجا بنده با سبک وزنی خودم نه اون برنامه در حد وال استریت جورنال نه، در حالی که برنامه من اصلا من روزنامه نگاری هستم که عمق کارم در حد یو اس ای توده است و عمیق‌تر از اون نمیخوام جلوتر برم برای اینکه بیننده هم از دست بدم. نه شما همینقدر که ما رو روی آب بندازید و نذارید غرق بشیم خودش خیلی خوبه. آقای دکتر شما نظری دارین؟ من فکر میکنم که قصد من و دکتر هولاکویی این هست که ما دنبال روی جامعه نشیم بلکه سعی کنیم تا جایی که امکان هست جامعه رو یه مقدار یه تکونیش بدیم، یه سری تلنگورایی بدیم و به هیچ وجه من حاضر نیستم. دکتر هولاکویی هم میدونم بسیار سختگیرم، من تمایلی به ببخشید از این واژه استفاده میکنم اصلا به بازاری شدن و اینکه حالا به خاطر اینکه بتونیم این یه طوری ارائهش بدیم که برای همگی قابل فهم بشه اما بخوایم از دقت علمیش و فلسفیش و جهانبینیه که باید داشته باشه کم بکنیم به هیچ وجه حاضر نیستم این کار بکنیم. میدونم دکتر هولاکویی خودش خیلی خیلی سختگیرتر از من هست در مورد کیفیت کار و من برخلاف شما از همون زمانی که این برنامه تموم شد، البته شاید مخاطبین من آدم های خاصی باشن و درست هم نباشه، اما حداقل من اون بازخوردی که داشتم بسیار مثبت بود در مورد برنامه. نه من بازخورده منم مثبت با ارزیابی میکنم، برنامه متفاوته اما میگم یه خورده حالا شاید شیوه تبیین و بیان برنامه اگه یه خود قابل فهم تر باشه ولی ارزش علمی خودشو حفظ بکنه خب چیز بدی نیست. میدونید چرا؟ برای اینکه دکتر هولاکویی اجازه میدید بگم هر چی دلتون میخواد. آقای دکتر هولاکویی خودش نظر داره،
یعنی مودریتور برنامه نیست. نه نیستم. نیستید. اتفاقا یه سر قضیه رو میگیره. هم شد آقای فروزنده. جانم؟ اتفاقا به خاطر همین قضیه ذکر خیر شما هم شد. ما من دکتر بلاکوی در بعضی از بخش‌ها احساس کردم حوصله‌مون داره سر میره در غیاب شما. که انتظار نه من برگشتم گفتم چون آقای دکتر گفتن من نمیخواستم این راز ضعفمون رو پخش کنم، ولی برای من خدمت آقای دکتر عرض کردم که ببین اگر آقای فروزنده بودن بحث مثلا یه شکل و فرم دیگه ای داشت و یه حال و هوای دیگری و بهتری، نه اینکه بدتری، بهتری پیدا کرد. ولی بذار جان به فروزنده چون دو سه دفعه گفتید من ناچار نظرم عرض کنم. ابدا مسئلهش از ذره فهم و درگی، اگر یه کسی در حد سوادش رو عرض میکنه، در حد دیپلمه و اگر به این موضوع ها فقط توجه داره، حتی نمیخوام علاقمنده، اصلا مطلبی در دو ساعت حداقل در قسمت عرایض من برای اینکه نفهمه نبود، کوشش در جهت روشن شدن مسئله است. و درست همونطور که آقای دکتر گفتن، من میتونم بگم نزدیک 20 نفر با من راجع به صحبت کردن، نه اینکه نظرشون رو خواستم. تمام حرفشون بود که تو رو خدا ادامه بدید، برای که ما هیچ وقت فرصت این که یه نگاهی به این موضوع ها در چارچوب این که واقعا مسئله علم چیه و این علم ویژگی‌ها و مشخصاتش کدام ندونستیم و حتی یه اصرار داشتن که من با آقای دکتر صحبت خواهم کرد درباره علوم اجتماعی که امروز تو صحبت آقای دکتر بود، یعنی ماجرای اصلی ماجرای روشمندی علمه، یعنی روزی که ما از روش پذیرفته شده‌ای در هر زمینه‌ای برای رسیدن به واقعیت جهان طبیعت یا جهان مادی حرکت میکنیم کار علمیه، نتیجه گیری یا قواعد خودشو داره، اصول کار خودشو داره. درست مثل بحثی که استالی الان راجع به تاریخ گفتید، از نظر من تاریخ یه گزارشی است درباره اینکه پریشب که بارون آمد این بارون چگونه بود، به دلیل پیچیدگی مسئله هر کسی یه جوابی رو داره و این جواب هر اندازم که صمیمانه و صادقانه باشه هیچ وقت تصویر واقعیت رو روشن نمی‌کنه. و به همین جاست که عرض کردم در دنیای امروز ضبط صوت و دوربین فیلم برداری خیلی خیلی کار ساده تر. من امیدوارم که برنامه ادامه پیدا کنه روز به روز و قناعی بیشتری پیدا کنه. مطلقا در ارزش این برنامه جای هیچ گونه تردیدی نیست و امیدوارم واقعا جای بیشتری باز بکنه، چون یه فرصت تاریخی رو شما فراهم کردید برای آگاهی بیشتر با این مطالب. ولی همین که به علوم اجتماعی اشاره کردید، اجازه بدید یه سوالی رو که دکتر نعیری شده، یعنی یک خطابی رو به دکتر نعیری من عرض کنم. آقای دکتر، بیننده‌ای مطرح کردن که آقای دکتر نعیری نباید در مورد روانشناسی کودک اظهار نظر کنم. من درست به خاطرم نمیاد شما چه اظهار نظری کردید، زیرا ایشان معتقد نیست که روانشناسی یک علم واقعی است. من معتقد، من که الان گفتم بین روح و روان فرق، چون روح مقوله ایست غیر علمی، روانشناسی مقوله ایست علمی. من اتفاقا حرفم این بود که این در حوزه تخصصی من نیست. آقای دکتر هولاکویی در این زمینه صاحب نظر هستن که امروز هم گفتم، ولی گفتم این نظر شخصی منه نه نظر علمی، این دوتا خیلی با هم متفاوته. هر کسی میتونه یک نظر شخصی داشته باشه، ولی نظر علمی، اگر به نظر من نظر علمی نباشه، فاقد اون اعتباری است که باید داشته باشه. برای این که همونطوری که بارها هم راجبش صحبت کردیم و خوشبختانه دکتر هولاکویی هم در رادیوشون تاکید زیادی روی این مسئله دارن، اصالت با علمه، بنابراین فاقد اون وجاهت علمی است و اون اصالته. یک نظر شخصی است که اعتباری نداره در واقع. ببینید جام دکتر، هفته گذشته درست مثل بحث فکر کنم یه گفتگویی درباره همین مسئله هویت چیز بود، آقای دکتر یکی دو دفعه تاکید کردن که این نظر منه. ما میدونیم در دنیای امروز هر انسانی حق داره درباره همه چیز نظر و عقیده داشته باشه، خودش عزیزه، عقیدش هم محترمه، پس در اون باره بحث نیست. اصلا منده اعتراض از این قبیل که تو درباره شیمی حرف نزن یا تو راجب سیاست حرف نزن یا تو راجب دین حرف نزن، اینا ویرانگره. پس همه حق دارن عقیده و نظر داشته باشن و همه حق دارن در چارچوب آدابی که برای این گفتگو هست اظهار نظر کنن، ولی باید اونم حتی اعلان نکنه. من باید بدونم که آیا این آدم این گفتگوش رو مبتنی بر یه اصول علمی میکنه و آیا اگر 100 نفر علمای اون علم رو یا کتاب‌های اون علم رو بخونیم
آیا مانند این نظر میدن یا نه. بنده است که من با آقای دکتر نیری چی عرض کردم همین امروز که آقای دکتر به عنوان یه استاد فیزیک نظری که با این مسائل آشنا هستید، ماجرای ماده و انرژی و روح رو شما در حدی که به عنوان یه فیزیکدان و کتابای فیزیک رو میدونید، درسای دانشگاهی معتبر رو تو این زمینه میدونید، شما من بفرمایید. و اون نظری که آقای دکتر دادن گزارش ایشون بود از آنچه که در دنیای علمه. ولی اگر به من میگفتید، میگفتم در حدی که من شنیدم و میدانم چنین گفتگویی نشده، هیچ کسم با وجودی که این اعتقادو سالهای سال دارم، هیچ کس نیومده من بگه برو کتاب فیزیکی که الان سال سوم در UCLA یا در دوره دکترای فیزیک میدن صفحه هفتشو بردار باز کن میبینی راجب روح اونجا نوشتن یا راجب خدا نوشتن. و چون تا به امروز با وجودی که رو خط رادیو تلویزیون فراوان بودم و به جرات میتونم بگم هزاران بار این موضوع مطرح شده، یه نفر به من یه ریفرنسی در هیچ کتاب فیزیک یا بیولوژی درباره خدا و روح نداده، من به خودم اجازه میدم که بگم من نشنیدم ولی از آقای دکتر نظرشون رو میخوام. و به نظر من آقای دکتر وستالی درباره همه چیز به عنوان یک انسان که مسئله آزادی عقیده و بیان مطرحه، حق دارید و عقیدتون رو بگید، فقط با این تفاوت که بنده اگر الان راجع به فیزیک بخوام حرف بزنم 1,000,000 نفرم دعوت کنم یه نفر نمیاد، ولی آقای دکتر اگر دعوت کنن میاد. علتش هم این است که میدونن گفتگوی ایشون گفتگوی علمیه، گفتگوی من علمی و فردی و شخصی و اعتقادیه. به منم میگن نگهدار. به همین جاست که هیچ دانشگاهی هم تا به امروز منو برای گفتگو درباره فیزیک دعوت نکرد. اگرم یه کنفرانسی راجع به فیزیک بذارم مطمئن هستم یه عده فقط میان ببینن این مسخره کیه. ولی اگر یه جایی بحث روانی اجتماعی باشه احتمالاً فکر میکنن یه کمکی میدونه، یا میتونیم بریم ببینیم این دفعه چی میگه راجبه چی حرف میزنه. این تفاوت مهمه. بنابراین لطفاً این نوع، چون اشاره فرمودید 2-3 جلسه قبل که ما باید عالم مذهبی باشیم که نظر مذهب نظر بیم، یعنی چی؟ ما حق اولاً سوال رو داریم، بعد حق طرح عقیده اونو داریم. اگه کسانی فکر میکنن که پاسخ این مسائل رو از اون دیدگاهی که تخصص اوناست میتونن بدن، بسیار خوشحال میشیم که بشنویم. نه تنها خوشحال میشیم، به قول معروف دست و پاشون رو میبوسیم که جواب بدن، ما رو از کمدانی و نادانی نجات بدن. و این واقعیته. من میخوام در واقع 3 سوال رو با هم مطرح کنم با توجه به وقت. هر 3 سوال هم سوالات عمده‌ایه که لاقل این 3 سوال شاید پاسخی بهش داده بشه. خطاب این سوال به دکتر نیریس در درجه اول که میپرسن ازش که آیا معتقد یا موافق با این نظر هستین که اصل آفرینش انرژی است که قابل تبدیل شدنه ولی نابود شدنی نیست. سوال دوم که یه جوری به این سوال مربوط میشه یا نمیشه، ولی به هر حال من مطرحش میکنم چون نگران وقتم، از جنابالی میپرسن که آقای دکتر شما فرمودید که بدون دلیل به وجود خدا اعتقاد دارید. خب اشاره میکنم به چه چیزهای دیگه‌ای بدون شاهد و دلیل میشود اعتقاد داشت؟ مثلا من، یعنی اون پرسشگر، اگر بیام ادعا کنم ستاره X در کهکشان وجود داره، آیا این نظر قابل طرحه؟ نه، بذارید اون مطلب اول آقای دکتر توضیح بدم. مثلا باز حیرت میکنم. ببینید شما هر چی درباره جهان فیزیکی و مادی و طبیعی میگید بحث علمی است، هیچ کس هم حق نداره راجبش اعتقاد داشته باشه. اگه میخواد داشته باشه داشته باشه، ولی درست نیست. پس بنابراین بنده درباره وجود یک کهکشان و یک ستاره در هیچ جای دنیا نمیتونم نظری داشته باشم. اگرم گفتم میتونم من بگن این حرفو باید ثابتش کنی و الا حرفت مفته. بس درباره مطالب غیر مادی یا اونگونه که آقای دکتر اصرار دارن به نظر من درسته، اون چیزی است که در جهان طبیعت نیست. بس راجب خدا و روح بوده، اون قصه است. و الا من کی گفتم که الان حضور یه سگ اینجا یه گربه اینجا رو باور دارم با وجودی که میدونم ثابتش کنم؟ ببینید اینا سفسطه است، اینا دیگه کم لطفی دوستانه. به همین جاست که متاسفم این همه تاکید دارم. ما تا 3 شناخت داریم، علمی، فلسفی، مذهبی. مسئله با هم مخلوط نکنید. شناخت علمی تکلیفش روشن روشن با آدما با در چارچوب جهان فیزیکی و مادی و طبیعی اثبات و استدلالش کن. هر کسی هم که حرفی خارج از این بزنه گرفتاری است. الان بحث من و جناب دکتر نیری هستالی درباره روح چی بود که در جهان فیزیکی و مادی، منی که معتقدم خدا وجود داره، منی که معتقدم روح وجود داره،
عرضم این است که تا به امروز هیچ کس دلیل نیورده، منم نیوردم، ولی مال جهان مادیه، جهان غیر مادیه، اون بحث جهان علم نیست و اونجاست که در اعتقاد باز میشه. اما بذارید اون صحبت اول رو که بسیار به نظر من مهمه، که من دارم در یه کسی که سفسطه و مغلطه میکرد آورد، که از اونجایی که اصل بقای ماده و انرژی وجود داره و یا بعدش خواهد بود، بنابراین ماجرا مسئله که آیا معتقد با این نظر هستی که اصل آفرینش انرژی است که قابل تبدیل شدن ولی نابود شدن نیست؟ بسیار خوبه که دکتر عزیز شما توضیح بدید، برای این کار ایشونه. بفرمایید آقای دکتر. البته من دقیقاً متوجه پرسش نمیشم. خب این درسته آقای دکتر، این پرسش دقیقاً اینه، آیا معتقد و یا موافق با این نظر هستید که اصل آفرینش انرژی است که قابل تبدیل شدن است ولی نابود شدنی نیست؟ خب من حالا امیدوارم که پاسخ این دوست نادیده رو بتونم بدم، یعنی اگه پرسششون رو درست فهمیده باشم. واقعیت این هست که همونطور که چند جلسه پیش صحبت کردم، ما در مورد جهان مادی وقتی داریم صحبت میکنیم، از انرژی به وجود اومده و دو مرتبه هم به این همین انرژی هست. نکته‌ای که دوستان در نظر نمیگیرن این هست که ما انرژی های مثبت و منفی داریم. مجموع انرژی عالم صفره. ما همچنان هم در عالمی هستیم که مجموع انرژیش صفره. این رو دوستان بهش توجه ندارن و دائما این تبدیل میشه از انرژی های مثبت و منفی، ولی مجموع انرژی های مثبت عالم مساوی است با مجموع انرژی های منفی عالم. در نتیجه در بعد پیدایش عالم انرژی عالم صفر بوده، همچنان هم صفره و در آینده هم صفر خواهد بود. یعنی ما از یک خلأ، از یک خلأ کوانتومی به وجود آمدیم و همچنان هم انرژی ها مثبت و منفی است. ببینید انرژی، حالا چون اینم اتفاقا در گفتگوی رادیویی من و دکتر هولاکویی پیش اومد، بذارین خدمتتون عرض بکنم که علارغم اون چیزی که دوستان بسیار علاقه دارن بهش بگم، برای اینکه یک بار ارزشی، بار اخلاقی به مسئله مثبت و منفی در زندگی روزمرمون میدیم، بعضی از واژگان علمی استفاده میشه و فکر میکنن همون ارزش اخلاقی، چون ما ارزش اخلاقی نداریم در علم، میتونن همون رو بردارن و در جامعه استفاده کنن. انرژی مثبت به معنای اینکه چیز خوبیه نیست، انرژی منفی هم به معنای اینکه چیز بدیه نیست. برخلاف اون چیزی هم که دوستان تصور میکنن، انرژی های مثبت مربوط به یک فعل و انفعال، واکنش هایی میشه بین اجزای سیستم که از نوع دافعه است. انرژی منفی مربوط به اندرکنش های بین اجزای سیستم میشه که از نوع جاذبه است. بنابراین مثلا انرژی منفی عالم بسیاریش مربوط به نیروی جاذبه ثقلی یا گرانشی است که منفی است، و بقیه انرژی که وجود داره در عالم که در مورد اجسام من و شماست، در حال حرکت هستیم، انرژی مثبته که از نوع دافعه است. اما همچنان مجموع این انرژی های مثبت و منفی صفره و نهایتاً هم به صفر خواهد انجامید در مقیاس هایی که متفاوت با مقیاس امروزینه. بسیار بسیار سازوکار یا مکانیزم مشخصی داره که چگونه در اثر این نقل یا تونل کوانتومی ما از خلای کوانتومی عالم رو به وجود آوردیم و نهایتاً به یک خلای کوانتومی دیگری در یک زمان اصطلاحاً میگیم گوگلی، یعنی 10^100، عدد 1 با 100 صفر جلوش خواهیم رسید. این فرجام ما خواهد. من یه توضیح عرض کنم. تأکیدی که میخوام بکنم، مطالب آقای دکتر روشن بود. روزی که شما راجع به تأثیر مثبت رو دیگران، ایجاد ارتباط با دیگران صحبت کنید، وقتی است که انرژی منفی دارید، نه انرژی مثبت. چون همونطور که فرمودن انرژی مثبت دفع، و از نظر روانی دادن انرژی مثبت و منفی به هیچ کسی هیچ معنایی نداره. یعنی من وقتی وارد اتاق میشم انرژی مثبت به کسی نمیدم، انرژی منفی. بنده وارد اتاق میشم، 10 نفر از من خوششون میاد، انرژی منو مثبت ندم، 50 نفر بدشون میاد، میشه انرژی منفی. من بعدن میخوام یه آدمی رو گولش بزنم، از نظر من میشه مثبت، از نظر اون میشه منفی. گولش که میزنم به صلاحشه، مثلا ماشینشو ازش میگیرم گولش میزنم، بعد من میرم من تصادف کنم چون ماشینش اشکال داره، برای اون میشه مثبت. اصلا خنده داره. شما انرژی مثبت میفرستید با یه پسری دختری دوست میشید، بعد اون
قبول میکنه که شما باش دوست بشی، بعد میری باش ازدواج میکنی، بعد با سه تا بچه طلاق میگیری، هر چهار پنج تاتون هم دیوونه میشی. من میگم انرژی مثبت و منفی کجاست؟ چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی از آدما نمیره و بیاد. حرف آقای دکتر این است که در جهان طبیعت ما انرژی مثبت و منفی داریم. جالب اینه که منفی جاذبه است، در حقیقت مثبت داف است. این مورد. اما آقای دکتر مطلب چیز دیگری است. مطلبی که مورد نظرشون هست که من در اون استدلال نیم، از اونجایی که اصل بقای ماده و انرژی وجود داره، بنابراین هر چیزی که در این جهانه برای همیشه باقی مونه. این البته موضوع مهمی، یعنی یه سگ باقی میمونه، یه گربه باقی میمونه، من و شما به عنوان انسان باقی میمونیم. بحث اینجاست. هستالی راجع به این نظرتون چیه؟ چون این موضوع مهمیست. خب بله، اگر که حالا فکر کنم بهتر متوجه شدم، اگر صحبتشون سر این هست، ببینید ما همگی از انرژی صفر به وجود اومدیم. انرژی مجموع انرژی صفر باعث شده که بخشی از اون انرژی مثبت، گفتم من و شما هستیم، یعنی تبدیل به ماده شدن. و این اصل هم ارزی انرژی و ماده که برآمده از فیزیک مدرن قرن 20 هست، یعنی بر اساس دو نظریه انقلابی، نظریه نسبیت و فیزیک کوانتومی، دائما ما این هم ارزی بین انرژی و ماده رو داریم. بنابراین قطعا بسیاری از اتم های درون بدن ما، درون حیوان خانگی ما، شاید متعلق به میلیاردها سال پیش در گوشه دیگری از عالم بوده که امروزه داریم ما استفاده میکنیم. ما هم نهایتا زمانی خواهیم مرد، اتم ها و مولکول های ما در این عالم پخش خواهند شد و 100% دو مرتبه بازیافت خواهند شد توسط ستارگان دیگری، کسان دیگری. و این مجموعه تبدیل انرژی و ماده تا ابد ادامه خواهد داشت و در زمانی ما نهایتاً باز به سمتی خواهیم رفت که همه چیز تبدیل به انرژی مطلق بشه. چون ببینید استدلالی که بود آقای دکتر، استدلال این بود که از اونجایی که اصل بقای ماده و انرژی است، پس ما همیشه خواهیم بود، نگران مثلا مرگ نباشید. من اون حرفو میتونم بفهمم که ماده و انرژی من سر جاشه، ولی دیگه من نیست. یعنی همونطور که اشاره کردید، بدن من الان فرض کنین انگشت من میتونه نتیجه میلیون ها پدیده در جهان باشه که به صورت انگشت من در آمده، و وقتی من میمیرم این به صورت های مختلفی در جهان، یه جای اینجا، یه جای دیگه توی قطره آب، یه جای دیگه توی بدن یه ماهی، یه جای دیگه توی تیکه سنگ خودشو نشون میده. اگر قصدشون این بقایه مسئله است، ولی اگر فکر کنن چیزی به اسم من بر اساس اصل بقای ماده و انرژی برای همیشه میمونه، اون اصلا حرف عجب، اون برای من مسئله است. یعنی من دارم با چه استحکامی، چون فکر میکردن که استاد علم هستن، اصل بقای ماده و انرژی رو به این گفتن پس من نمیمیرم، من همیشه هستم. من درباره اجزای فیزیکی و مادیم و یا انرژی میتونم اینو بفهمم، ولی این بحث معناش نیست که منو به این صورت نگم داره. همونطوری که منی که الان به این صورت هستم، یه هفته قبل که فرض کنید یه تیکه نون خوردم که در اونجا بوده، حالا اون تیکه نون اومده جزء بدن من شده و شده من، یا تو مغز من رفته یه سلولی فرض کنید اینجا یا اونجای وجود منو به وجود آورده، این ماجراش سر جاش میمونه، ولی من برای همیشه به این دلیل ابدی نمیشم. پس یه درختم ابدی میشه، یه قطره آبم ابدی میشه، یه گربه هم ابدی میشه. من نمیدونم ما چجوری میتونیم سوء استفاده از این گفتگو کنیم. من شما خیلی بهتر از من و بیشتر از من این مسئله رو متوجه شدید و نکته بسیار مهمی رو شما دارید اشاره میکنید. این دوتا کاملا چیز متفاوتی است. ما هر زمانی که صورتمون رو داریم میخارونیم، داریم یه هولوکاستی با سلولهای مرده و با کلی اتم انجام میدیم. این به این معنی نیست که حالا این تیکه که از من جدا شده همون حافظه منو داره. میدونم آدم ها دوست دارن، گفتم نظر شخصی آدم ها نظر علمی نیست. ما در علم سه تا چیز رو باید بهش توجه بکنیم، ببخشید که من این رو میگم، ولی نظر شخصی شما اصلا هیچ اهمیتی در جهان واقعی نداره. جهان واقعیت بر اساس سازوکارهای قوانین طبیعت که علم تلاشش اینه که اونها رو بفهمه. ما در علم اینکه کل یک جامعه چه نظری و اعتقادی دارن هیچ تغییری در واقعیت بیرونی و طبیعی انجام نمیده. سوم اینکه در علم ما هیچ مقام معظم رهبری یا رهبر کاتولیکای جهان نداریم. ما هیچ قدرت مطلقی نداریم که اون بخواد بگه که از این به بعد اینجوریه و اینجوری خواهد شد. بنابراین اینکه شما چی دوست دارین فکر کنین مسئله متفاوتیه، ولی شما بعد از اینکه مرگ شما رو در به روایت، مولکول ها و به اصطلاح اتم های شما ممکنه که بعدن
وارد خاک بشن، اون خاک ممکنه در یک گیاهی باشه یا بعد یک سنگی بشه، کوزه‌ای بشه، همونطوری که خیام داره میگه. ولی این به این معنی نیست که این شمایی، تمام اطلاعات شما از بین رفته، شما دیگه اون موجود زنده نخواهید بود. این یک سفسطه ایست که میدونم الان بسیارم در بین این گروه های به اصطلاح نیو ایج، عصر نو، طرفدارهای زیادی داره که همه چیزها در دنیا از جمله خود کیهان یک کانشسنس، یک آگاهی و هوشیاری داره و عالم زنده است به ما پاسخ میده، سنگم زنده است به ما پاسخ میده. ولی خب اینها یک نظر شخصی است تا یک مقوله. من به نیمه پرسش هایی که بینندگان کرده بودن هم نرسیدم، ولی دو دقیقه وقت برنامه تموم شده، از کارگردان فنی خواهش میکنم دو دقیقه وقت اختیار من قرار بدن، چون فکر میکنم این پرسش برمیگرده به این ماجرایی که تا حالا صحبت کردیم. آقایون در مورد کارما چی فکر میکنید؟ از نظر من هیچ معنایی نداره. جهان این که ما فکر کنیم از این دست میگیریم از اون دست میگیریم، مال به نظر من خودخواهی ماست که ما مهمیم و چیزی از این قبیل. یعنی چی؟ اگر قرار بود یه آدم این کار بدی میکرد و یه کسی باید میرد کار بدی با اون میکرد، بعد یکی باید میرفت سراغ اون، اصلا جهان نابود میشد. جهان هم چه قاعده این رو، قانون طبیعت فان قانون ظلمی و همچین نظم و نظامی به نظر من مطلقا معنایی نداره که ما اگر خوبی کنیم خوبی میبینیم، بدی کنیم بدی میبینیم. شما به تاریخ نگاه کنید، تاریخ رو میشه بر اساس شرایط طبیعی اجتماعیش توضیح داد و هیچ ارتباطی به کار خوب و کار بد نداره. همونطور که باور به این که اگر کسی مثلا حکومتی ظلم میکنه از بین میره مطلقا معنایی نداره. حکومت ها همه با ظلم آمدن، یه مدت کوتاهی یه دفعه کردن عدل رو برقرار کردن، ظالم بدی شدن و رفتن، و بنابراین تازه اگرم قرار بود ظلم بعد تبدیل میشد که عدل دیگه باید باقی میمون. نه، به نظر من چی باوری ندارم. آی دکتر نه. آی دکتر نایری. به هیچ وجه این اصلا یک به نظر من یک برداشت نویست که حالا نمیخوان بگن رنگ و لعاب مذهبی به اصطلاح پاداش بهش و تنبیه در جهنم رو داره، اومدن کارما رو جاش گذاشتن. من فکر میکنم، امیدوارم جهان و مردمان جهان یک زمانی به لحاظ اخلاقی به جایی برسن که از نظر خودشون به لحاظ اخلاقی کار بد رو انجام ندن و کار خوب رو انجام بدن. حالا کارما میگذاریم برای اینکه به جای اینکه بگیم تنبیهی در جهنم هست، ما این کار رو از ترس عواقبش انجام ندیم. اگه ما بتونیم این پاداش و تنبیه رو کنار بگذاریم و بر اساس اصول اخلاقی کاری رو انجام ندیم و یا انجام بدیم، فکر میکنم دنیای بهتری خواهیم داشت. مثل همیشه بسیار سپاسگزارم از تشفرماییتون. آقای دکتر، شما مرد قول هستید و آدم همیشه وقتی شما چیزی رو میگید و میگید انجام میدید، همیشه پاش هستید و میستید و به همین جهت انقدر هم محبوبید. آقای دکتر نایری هم به خاطر خب به هر حالا خودشون معتقد نیستن، ولی من فکر کنم این شیوه بحثشون در جوامع علمی فیزیکی نیست. اینو سعی میکنن یه جوری مطرح بکنن که برای ماها که غیر فیزیکدان هستیم مفهوم باشه، به خاطر وقتی که میذارن و حضور پیدا میکنن. بسیار متشکرم. من نمیدونم هفته آینده ادامه سوالات بریم چون نصف سوالات بیشترش مونده. حتما. بسیار خوب، هفته آینده این بحث پرسش ها رو مطرح میکنیم، چون من فکر میکنم بعضی از پرسش ها پرسش های خیلی خوبی بود و باید توضیحاتی در موردش داده میشه. باز هم متشکرم جناب دکتر نایری، باز هم ممنونم از محبت شما. سپاسگزارم از شما و بینندگان گرامی. خواهش میکنم. هر جا هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکام.